آقا داود نوشتن که با سلام خدمت مجاهدان راه حق و احمد آقای گل، بار دیگر یکی از مساجد اهل سنت مورد هجوم دشخیمان قرار گرفت و تخریب شد. تنها مسجد اهل سنت شهرستان فهرج چند روز پس از تخریب نمازخانه پونک تهران نیز به دست مدعیان دوستداران اهل بیت خراب شد. خدایا به فضل و کرم خودت یک بار دیگر واقعه طیران ابابیل را در سر اینها تکرار نما. آمین و من الله توفیق. داود از زاهدان. تشکر میکنیم آقا داود. اینم تصویری که ایشون فرستادن. احمد جان اگر بتونید این تصویر رو نشون بدید. تنها مسجد اهل سنت مورد حمله باند جنایتکار رژیم قرار گرفت. تشکر میکنم احمد جان عزیز. بله برادر عزیز داود جان و همه اهل سنت، اینا از یک نمازخانه اهل سنت این همه خوف و حراس دارن. مسجد که جای خودشو داره جرات نمیکنن که به اهل سنت مسجد بدن. چرا؟ چون میترسن که مشتشون باز بشه، میترسن که حقیقت رو درک بکنن، میترسن که اهل سنت متوجه بشن که سالهای سال، همچنین شیعیان متوجه بشن که سالهای سال این آخوندها این شعارهای دروغین وحدتی که دادن همش دروغ بوده، همش تلبیس بوده و هیچ واقعیتی نداشته. از یک نمازخانه‌ای که در اونجا چند نفر جمع میشن نماز به جماعت میخونن. باور کنید من تصویری رو دیدم موقعی که مسجد الاقصی رو حمله کرده بودن چند روز قبل اشغالگرای صهیونیستی. تعدادی از فلسطینیان بیرون مسجد الاقصی داشتن نماز جماعت میخوندن و یک ردیف سربازان اسرائیلی جلو اینا وایستاده بودن و از اینها به اصطلاح صد راه واقع شده بودن که اینا نتونن وارد مسجد بشن. جالب بود که امام قنوت میخونه و در این قنوت سراسر نفرین و دعا علیه یهودیان هست و اینها صداشون در نمیاد. باور کنید که یعنی این جنایتکارانی که در این رژیم هستن که در روزهای عید مانع برگزاری نماز عید اهل سنت میشن در تهران، مانع برگزاری نماز جمعه میشن، نمازخانه ها رو میبندن، باور کنید که اینا بدتر از صهیونیست های اسرائیلی هستن. این یک حقیقت است و اگر که در قرآن ببینید، در سیرت ببینید، مشرکین همیشه از اهل کتاب بدتر بودن، ظالمتر بودن، خشنتر بودن. جنایت هایی که به اصطلاح سازمان های رافضی در عراق و سوریه انجام میدن باور کنید که یهود و نصارا هم انجام نمیدن. بر علیه کی؟ ای کاش بر علیه نیروهای نظامی باشه. هر چقدر از نیروهای نظامی، از داعش و نمیدونم از مقاومت عراق و سوریه هر چقدر بکشن کسی اعتراض نمیکنه. حداقل میگیم خب جنگ است، کشتن. در جنگ که حلوا پخش نمیکنن، در جنگ میکشن. اما وقتی که میان انسانهای بیگناه رو، کودکان رو، زنها رو تجاوز میکنن، آتیش میزنن، به اشکال مختلف تیرباران میکنن، اعدام میکنن مردم بیدفاع رو، مردم غیر نظامی رو، این نشان میده که واقعا مشرکین از کفار ظالمتر، سنگدلتر و جنایتکارترن. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. Allah